اینان گرد زمان را از یادگار دیرین گذشتگان می تا ریشه های خیش را در داستان زندگی آنان بکاوند داستانی که اگر رانش زمین سر نخی از آن به دست نمی داد شاید تا ابد در دل خاک می ماند تا یک پنج باز کردیم و در, در هر کدام از ترانش ما به تعدادی گورخمره برخوردیم که تعداد 17 گور خمره هست کارشناسان معتقدند این اولین گورستان مربوط به دوره اشکانیانه که دارای معماری است و فضاهای گور ها پارتیشن بندی شده به احتمال در یکی دو تا از ترانشه ها ما شاهد دو دوره تطفین باشیم یعنی لایه بالایی که الان کاوش شده احتمالا در زیر این لایه یک لایه دیگه یک دوره دیگه تدفین داشته باشیم که خب فعلا یک ریسک بالاییه تا امکان حفاظت فراهم نشود ما نمیتونیم دست به این گور ها بزنیم این کاوش‌ها ها در گورستان زردویان شهرستان مریوان به منظور نجات بخشی و تعیین عرصه و حریم این منطقه تاریخی و باستانی است منطقه مریوان جزء مناطقی هست که از نظر تاریخی بسیار غنیه و طبعا این سایت میتونه به قنای تاریخی بودن این منطقه بیفزاید با توجه به شرایط ویژه‌ای که این سایت داره به احتمال بسیار قوی ما در آینده از این سایت به یک سایت موزه استفاده خواهیم کرد استان کردستان به بهشت باستان شناسان معروف شده اما با وجود این همه آثار تاریخی و مکشوفه تنها دو موزه آن هم فقط در مرکز استان وجود داره وجب به وجب استان کردستان چه در زیر خاک و چه بر روی خاکش پر از گنج های ارزشمند و نهفته است که میتونه فرصت مناسبی برای جذب گردشگر باید.